انقدر نرم شده بخواییم فقط بافت کیک رو شکلاتی نرم رو با شیر داغ شیر سرد بخورم میبوشه کنم عالی شده مارم باید بس... این کیکش با برکت میشه بفرمایی سفره ساده و خودمانی ما این از وسط کیکمون چاقو زدیم دیدیم کامل پختم من که از این میخواییم برای شما هم کشک بادمجون درست کنیم بعد بادمجون ها رو که از قبل من پوست کرد سلام به شما عزیزای دلم ما امروز اومدیم خونه سلماز جون میخواییم با هم دیگه برای که کیک خیس درست کنیم تا آخر این ولاگ همراه ما باشین سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه خوب و پر انرژی باشین آشپزخونه خودتون خوش اومدین همراه من صدرا ملینا و مامان مامان سلام کن سلام به عزیزای دل ایشالا همینجور که به ما خوش میگذره از همین کیک میزم که لذت میبریم سخته آخه چه کار کنم اشکالا راحت باش آره اینشالله که شما در کنار ما لذت ببریم سر شد نه سر این کیک اونجا نشستن تماشا مون میکنن پشت اونقدر دور نیست اینا عوامل پشت صحنه عوامل پشت صحنه سما و بیا خاله شادی سما امتحان داشته خسته است شادی هم از سرکار اومده خسته دو تا خسته ها رو گذاشتیم اونجا استراحت کنن ما قراره براشون کیک درست کنیم چای تازه دم کنیم که دوره هم بخوریم حالا الان ملینا چون انقدر این کیک خوب و حرفه‌ای درست میکنه دیگه گفتیم که ملینا که حالا که اومدی یه کیک خوشمزه درست کن من خودم خیلی وقت درست نکردم یکی از کیک های پرطرفدار مغازمون بود گفتم بیام به شما یاد بدم چطوری درست کنی با اندازه هاش هم میگی دیگه بذار من دوربین برگردونم حالا یه توضیح کلی هم بده که چه چیزایی لازمه بعد اندازه هاشو می‌نویسی آره برای کیک خیس بذار دوربین برگردونم مواد لازم برای کیک خیسمون تخم مرغ پودر کاکائو، شکر، آرد سفید قنادی، روغن، شیر، بگیم پودر و وانیل. بعضی ها جوشی شیرین هم میریزن. ولی ما دیگه تو خونه برای خودمون درست میکنیم نمیریزیم. جوشی شیرین زر رنگش رو تیره تر میکنه. آره رنگش هم تیره میکنه. یکم بافتش رو بهتر آرد هم آره بافتش هم بهتر میکنه. ولی ما دیگه نمیریزیم. حالا بریم با هم دیگه ببینیم چه جوریه مقدارش هم بهم میرسم موادمو 1.5 برابر کردم تعدادمون هم بیشتره هم قالبم پهن‌تره کیک خیسو معمولا تو قالب پهن میریزن که سسش توی خورده کیکتون بره ولی میتونید تو قالبای کیک اسرونه هم بریزین که قطرش بیشتره ولی من میخوام تو این درست کنم من تخم مرغ و شیرم تو تر در آوردیم گوشیم به دمای ماهی رسید بعدش دیگه تو این قالب میخوان درست کنیم اندازه هاشو ملنا گفت یک کنیم برابر کنیم وقت اشتباه نکنیم با اون اندازه هایی که داخل چیز مینویسیم یه دونه کیک رو براتون میذارم خودم چون یک کنیم برابر کنم دیگه مینا رو نمیگم که قاطی بشه شما حالا به نسبت تعدادتون میتونید دو برابر کنین سه برابر کنین معمولا همین میرسه به 13 نفر میرسه یه دونه کیک که درست میکنیم یه دونه کوچیک میشه ولی خب باش مرحله اول که مرحله اول است آقا صدرا که میزنه آرد میریزه صدرا نه اونجوری اسلایس ها برش میخوره آردش علا کردی سلماز خانم نمیدم منیلا گذاشتم علا کردی آردو آردو علا کردم با به این چند با همون مقدارش به هم میخوره آره این داره قشنگ خواهد این دیگه بسه مرسی خاله آفرین دست بردم حالا اینو روغن مالی کن آقا سرزا بزن اونجوری دست رو بکشم خب علاقه داره به اینجور کارا درست کنیم میگه تمیز کن ماما میگه اینجا رو تمیز کن
ما توی این کیک اینجوریه که اول شکر رو، پودر کاکائو، شیر، روغن و وانیل رو همه رو با هم می‌ریزیم داخل یه ظرف هم می‌زنیم. یه سوسی ایجاد میشه. اون سوسو ازش یه پیمونه برمی‌داریم می‌ذاریم کنار. بعد حالا بهتون میگم دیگه بعد چیکار کنیم. الان من چون یک و نیم برابر کردم، دو پیمانه با یک چهارم باید بریزم. این یک شکر من داریم تو یخچال بیارم؟ بیارم نه نه داخل یخچال یک کاری میخوام بکنم. بذار اینو بذارم اول کنار. به شکر و پودکاکائو با هم قاطی کردم. پودکاکائو هم الگ کردم ریختم توش، گفتم یه وقت گوله و اینا نداشت. الان بس این شکر و پودکاکائو. آره بعد میریزم داخل ظرفم. خب اینجا الان یه پیمانه شیرم ریخته بودم. بعد شیر رو کم کم بهش اضافه میکنم. میخوام قشنگ مخلوط بشه. نمیخوام اینا گوله گوله بمونه تو مواد دارم. اوه دستش نمیفته. خوز شیر رو بزن. آره یه یه چهارون برام بیزن میریزی. این شیر یه چهار من بریزیم. حالا اونو روغن بیزم از هم پر کن. همین چهار بعد من روغنم و خب همیشه از دستوری که هست نوشته مثلا یک پیمانه و نصفی، من مثلا یک پیمانه و یک چهار رو میریزم. کمتر کمتر میریزم. بافته یکم سبکتر میشه. اینو بیزم هم روغن فرو بزنم روشن کنم. آره فرم بی فاصله روشن میکنیم تا گرم بشه. خواهی مرحله بس شد روغن. روغن آره روغن یه ذره کمتر بریزین دیگه. روش کنم اون بریز یه پیمانه دیگه داریم. اون یه پیمانه رو یه ذره کمتر بریز. نیست این باید حسابی هم بخوره بسه. یک دست بشه. آره نه بریز بریز بس. یه ذره وانیلم الان اضافه میکنم که عطر بگیره. دیگه اینو حسابی یه دست سفتش کن. وانیل بگیره. وانیلم که دیگه میدونین دیگه مقدار کافیه. چی میخوای مادر؟ بیا چی میخوای؟ برای این سوس یه نکته ای که باید رعایت کنیم همینه که اول همون شکر و پودر کاکائو رو با هم بریزیم، بعد کم کم به شیر و روغن اضافه کنیم که قشنگ کم بخوره. بعضی ها یه همه رو با هم میریزن دونه های پودر کاکائوشون اصلا حل نمیشه. آره توش گلوله میمونه تلخ میشه. سلام همیشه من کیک درست میکنم خوشش میاد. از اون آرد نه اینه که بکنی بود داره. از اون یکی دیم بریزین. اول چرب شه کامل ما یه چربش یه ذره کف قالب بمونه چرب میکنیم. بعد روش آرد میپاشیم. میتونی کاغذ روغنی بندازین یا روغن جدا کننده اسپره اینجور چیزا بزنین. ولی ما هم یه ذره چرب میکنیم و آرد میپاشیم. بعد کیک های شکلاتی رو معمولا مثلا میخوان کفش آرده باشن یه ذره بهش پودر کاکائو اضافه میکنن باید میشه بیرون کیکشون خوش رنگ تر بشه. این باید قشنگ چون این موادش خیلی الان شله با هم زنه برقی بزنیم همه میگی رو میپاشه و هم با هم زن دستی میزنم. میگه تخمه ها بشکنیم خالی ملنا بشکنیم بعد. نه خب میشکنه مامان بده خاله ملا میشکنه. بده خاله ملا نه بده خاله ملا بشکنه. بیا جلوت هر بودی این روغنش قشنگ داره توش کم کم هر میشه سوزمان خیلی داره قلی سر میشه. یا میزن این لبه یه شونه بده من بده من بده من
زخم میگه من میخوام بشکنم. حالا خواستی بشکنی بده این بشکنه. من سوسم کامل هم خورد. من بودم یک و نیم برابر بود. بنابراین یک و نیم پیمانه ازش برمیدارم. یه وقت شما اشتباه نکنید. شما باید یک پیمانه از سوستون برداریم بذاریم توی ظرفی کنار. اصلا دیگه باش کار نداشته باشید. تا بهتون بگم شکرش کنیم. الان یه پیمانه برمیداریم. این یه دونه سو پیمانه. شکست. آفرین. بذاریم این برتر. صفا آقا صدره شکسته. اینجوری نه. اینجوری بگیر تو دستت. حالا اینجوری. اشکال نداره که نان همه رو یه جا بشکنم. ما باید دونه دونه بشکنیم سالمه. همه رو یه جا بشکنم. خب. من یک و نیم پیمانه از سوسم برداشتم. گذاشتم کنار. حالا به این دونه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم. هی یه دقیقه با دور تند همزن هم میزنیم. می‌گردم. این سرو میشکنه. این رو بذارم این بعد. این سرو. خب، اینا تو جسته تشه سالم. بعد پنجتاشو باید بشکنیم. یه دفعه نشه. آره اجازه داد. چی بود؟ جا نخورده بود. میگه نبستی. من نبسته بودم. آره بستی. اصلا یکیشو یادم رفته. بعد بشوری. میگه نبستی. بعد خشکش کنیم. اون تو میگذاریم. خشکش بوده. ببینم این سفته. آره. یه دنشو بکنم که یادم رفته سفت کنم. اشکال نه. کی میخواد بریزه؟ هم خورد. الان میخوام آردو بهش اضافه کنم. میتونینم با همزن دستی بزنید. من ترجیح میدم یک لحظه با همزن برقی بزنم بهتره تا اینکه آردو مثلا هی با خمیر بردارم. توی دو مرحله، توی یه مرحله هم میتونیم. من که تو هم یه مرحله کار تموم میکنم. کلا مواد که اینجوریه نباید خیلی زیاد هی مثلا الکی هم بزنیم. هی اکثرا آرده که تو سه مرحله میرزن. آره ولی خب دیگه دستتون باید یه ذره گلگه شد. من آردم رو که ریختم تو موادم اول با همزن خاموش یه دور هم میزنم که این آردم یه بار تو هوا پخش نشه. یه ذره اینجوری هم میزنم. وقتی حس کردم دیگه پخش نمیشه همزنم روشن میکنم. کیک شکلاتیه. نکن الان دیگه روشن میکنیم با دور کند.
کار کردن چه سختی. چه پوکی کنه نزنه بیرون. قشنگ پف کنه. من عاشق اینم که کیک سر بره. همیشه کیک تو تفتیش کن. اگه نره بالا کارش کنم. مامان بذار من میام میشورم بذار. میاد بالا که مامان. مامان مسئله اینه که زیادتر میگه نه. چند برابرش. دوستم توی زرفه باشه. بحبه عالی شد. نه کیک میذارم. بحبه بابزه داخلش شد. میگه به بابزه داخل فه اونجا. طبقه وسط من چون فر برقیه میذارم 170 درجه. 170 درجه حرارت از بالا و پایین 20 دقیقه میذاریم حرارت از بالا پایین باشه، بعد حدود 30 دقیقه هم حرارت از فقط پایین. البته تایم همیشه بستگی به سایز کیک داره، هرچی کیک خب کوچکتر باشه تایم کمتر میبره برای پخت. شما باید دیگه خودتون دقت کنین کیکتون کی میپزه. شکمو مواد تست میکنه مواد خامش هم داره میخوره. من کیکو از مواد خامش باید بفهمم. آه این از استاد. یه فوتوفنی که من از کیک خیس خودم بهتون میخوام آموزش بدم که معمولا هیچ کسی کار نمیکنه. من این سوسمو احساس کردم کلا از دستوری که ازش این کیکو از زمانی که یاد گرفتم احساس کردم این سوسش یه ذره غلظتش زیاده، خیلی سخت به خورده کیک میره. من چیکار میکنم؟ یه دو قاشق به شیر اضافه میکنم، یک مقدار رقیق تر میشه. بعد چرا؟ به خاطر اینکه من این سوسو میذارم داخل مایکروویو یا حالا رو شعله، زیرشو خیلی کم میکنم که اون دونه های شکر یه ذره حرارت بخوره یا تو گرما حل بشه، چون دونه شکر رو معمولا تو کیک خیس های دیگه زیر دندون میاد، سوسشون همچین خوب حل نمیشه. پس دو قاشق بهش شیر اضافه میکنم، چون بعدش هم میخواییم بذاریم رو حرارت ممکنه غلیظ تر شه. همین یه ذره نگاه کنی همین گفت بس. یعنی دو قاشق رو چهار قاشق چهار قاشق من تقریبی هم بهتون میگم بدونید. آره این قاشق رو احساس کنم گودیش خیلی خدایی کمه. آره بعضی قاشق رو گودتره دیدم نه قاشقت هم میریزم پر میشه. یه ذره رقیق ترش میکنم بعد میزنم داخل مایکروویو، چون حرارت میبینه بخار میکنه دیگه. تو مایکروویو فقط میگم میشه بعد مثلا 30 ثانیه یه یا آره یه 30 ثانیه اینا که فقط دهد که داغ شه دونه های شکر توش حل شه. آره خب بریم بذاریم که بعدش بذاریم دیگه خنک شه واسه رو کیکتون، تا کیکتون میپزه اینم به دمای محیط برسه. تموش ببینیم منه خانم چی کار کردیم. این از وسط کیکمون چاقو زدیم دیدیم کامل پخته. من که از این کارا نمی کنم، من دست میزنم. دستمالی نکن خواهشن. نگاه کنم آه وقتی رفت بعد برگشت این کیک پخته میفهمه برگشت این کیکتون خامه. بعد دیگه اونجوری سوراخ سوراخ بدن میاد. حالا دیگه انجام دادیم شما بگم پخته دیگه خاموش. ببینید آره من بعد از اینکه 20 دقیقه گذاشت حرارت از زیر گذاشتم، نیم ساعتم از حرارت از سمت پایین زد کامل پخت و یک دست شد. اینو باید بزنی اش. آها نگه میداریم. دستکش بیاریم. آب زده خونکش خیلی داغ. یه ذره که از داغی افتاد کیک اینجوری برش برش میدیم توی همین قالبش. سس رو میریزیم روش قشنگ غرق شه توی این سس. حسابی. به به یه نکته یاره من بهتون بگم، حواستون باشه وقتی کیکتون داغه سسو نریزین، چون کیک یه دفعه متلاشی میشه. یه بار یه اتفاق برام افتاد اوایل که مثلا این کیک رو درست میکردم، یه بار خیلی داغ بود ریختم یادم وسط کیکم کلا آب شد و
نباید خیلی وقتی داغ بریزیم. قشنگ بزنی از داغی بیفته بعد. زیادم سرد باشه به خوردش آره، نمیره. خیلی هم سرد باشه به خوردش نمیره. یعنی یه حد نصابی داره، حتما باید تو اون حرارت بریزیم. نه خیلی داغ باشه نه خیلی سرد. بلرم باشه. وای چه خوب شد. جای همه خالی، کاش همه اینجا بودن. این کیک رو تقسیم میکردیم با هم با چای. چای تازه هم که دم کردم. یه قوری چای برای چای خورا. زیاد شد. من نمیدونم درست میخورن الان بچه ها من. میمونه یخچال سرد. این کیک اصلا اینجوری که تو یخچال بره سرد شه بازم خیلی خوشمزه تر میشه. هم داغش خوشمزه هم سرد. میخواییم برای شما هم کشک بادمجون درست کنیم. بعد بادمجون ها رو که از قبل من پوست کندم، شستم، داخل آب نمک گذاشتم، خالی کردم که تلخیش بره. الان میخوام داخل دستگاه بذارم با روغن خیلی کم سرخ باشه که دیگه کشک بادمجون نشون دیگه کیکم هست و اینا زیاد چرب و چیری نشه. اینم اسپری روغن، یه در حد چند تا پیس بهش روغن میزنیم و میذاریم. میخوام حالت نمیخوام سرخ سرخ باشه، حالت بپزه. بعد دوباره لهش میکنم و داخل تابم تفتش میدم. این از این. برای بادمجون من روی همین درجه مثل سیب زمینی میذارم. میذارم 17 دقیقه تا بپزه. همشب یه مقدار دستگاه رو میارم جلو موقع کار که به دیوار نشسته. بعد که کارم تموم شد دوباره که خونه شد میشستونم عقب‌تر. به مرحله جذابش رسیدیم. همچنین مربع مربع ببرم دیگه. آره این کیکش با برکت میشه. مقدار سسش هم سلیقه‌ایه، یعنی شما میتونی سس بیشتر درست کنی بریزی قشنگ روی همه جای کیکه. خب اینقدر نرم شده بخواییم فقط بافته کیکو. شکلاتی نرم عالی شده. چند نفر این چای بسه؟ کم نباشه؟ 3-4-5 سعی کمی زنی من آره 5 نفری فعلا. به به چایی با کیک خیس شکلاتی. تعریف کرد دهن ما رو آب انداخت. چای میگه وای خیلی خوشمزه. وای خیلی خوشمزه. خودم درست کردم. باید هم تعریف کنم دیگه. هی میگه. هی میگه. سومه جون دیگه نذارم بالاش چیزی. نه. داغ خمیر میشه. بذار من یه تست بکنم. ببینم واقعا قد که میگه. این وسطش یعنی به هر کی برسه دیگه خوشبخت آدم. روی شکلات همچین. من دوست دارم اینو با شیر داغ شیر سرد بخورم. میبوسه کنم.
عالی شده. ما هم باید پوست کنید. بعد هم میام پاشه دور بیم. اینو من قبلا بکنم چیز کردم. اینو شما میتونید تو شیشه های جار کیک لابلاش خام قنادی بزنید. باش گردو و اینجور چیزا خیلی خوشمزه. اون خیلی دیگه خوشمزه است. عالیه. من برای جار کیک از این کیک استفاده میکنم. از کیک اسفنجی استفاده نمیکنم. خیلی خوشمزه شده. لابلاش خامه میزنم با گردو و نوتلا. حتما کیک رو درست کنید. مطمئنم خوشتون میاد. اندازه‌هاش که با برکتیام واسه خوره. ما یک کنیم برابر کردیم اندازه رو. اگر همون یه برابر درست کنی قشنگ ببینم بگم اینجا بهتون کیک میشه. یه ظرف قشنگ بزرگ. قشنگ مواد یه دونه کیک بهتون 13 تا اسلایس مثلا حالا کوچیک دیگه به 13 نفر 12 نفر میرسه. حالا اینو ما یک کنیم برابر کردیم. بازم ببینید خیلی زیاده. ببینم دیگه خیلی بزرگ. من اومدم تعجب کردم فکر کردم هنوز نریختین تو قالب. این بیشتر هم میشد. ما حالا خیلی بلند شد. معمولا این کیک رو تو قالب‌های پهن می‌ریزن که قشنگ این سس به خوردش بره. به خوردش بره و دیگه خوشمزه تر بشه. بازم جونا هم ببینین. در این حد می‌خوایم رژیمی درست کنیم. کیک خیلی رژیمی نیست. نه. حالا دوباره می‌خوایم چی جبران کنیم دیگه. دوتاش جبران بشه. کیک که خیلی کاری داریم شامه رو میخوایم کم کنه درست کنیم که جبران بشه. ولی بادام جونمون روغن نده. بعدا نگینا حواستون باشه ما اون برداری رژیم میکنیم. ولی این برم پر میکنه. خب اینم از بادمجونمون برای کشک بادمجون که داره یه مقدار دیگه تفت میخوره که خوشمزه تر بشه. خب من بعد از اینکه بادمجون رو داخل دستگاه گذاشتم، دستگاه بدون روغن گذاشتم سرخ شد پخ، آوردم گذاشتم داخل تابه، یه مقدار آب ریختم، یه کوچولو روغن ریختم، بعد درشو گذاشتم ریشه کم کردم که قشنگ بپزه. بعد از اینکه پخ با گوشکوب حسابی لهش کردم، دیگه الان هم میخوام قشنگ تفت بخوره.
همون روغنی که داره، ببین روغنش خیلی کمه، اونجوری که دونه دونه سرخ میکنی خیلی هم بخگیر میشه هم خیلی دیگه چرب میشه. بعد که سرخ شد و بقیه مراحلش رو مثل همون کشک بادام جون که نعنا داغ و پیاز داغ و سیر داغ اینا بهش اضافه میکنیم کشک و آلبیجاتو با آریگه کشی مقدارم آب میریزیم، درشو میزنم که قشنگ به جا بیفته. حالا یه مقدار باز ما گردو اینا هم که کشکی که دوستش داشتن میزنم. من خودم عاشق کشک بادنجونم، داداشم هم این بربری تازه گرفته، جاتون حسابی خالی. بخواستم بیشتر درست کنم ولی بچه ها گفتم کیک خوردیم سیریم زیاد درست نکن. حالا یه مقدار همجوری گفتم بازم درست کنم که هرگز گشنه شد کشک بادنجون بخوره. نم کشک بادم جون دیگه فقط یه ذره باید بمونه آبش کشیده بشه و جا بیفته، یکم هم گردو آخر سر میپاشم روش. بفرمایی سفره ساده و خودمانی ما کشک بادم جون و نون و پنیر و گوجه و خیار و گردو. سما جان بیا، شادی بفرما، آسایی بفرمایی. برف میاد، نگاه کنی برف میباره. ملی بیا، برف میاد، نگاه کنی اینطوری میگیرم. تیپ جدید مامان، یا خو اینجا مشخصه برف میاد چقدر. آره زیر نور یا خو آره من نمیشینه یه سر بود. خدا رو شکر خیر و برکت داره، خیر و برکت سفر سلامتم. ماه نیست که ماه ابر گرفته. ای ماه ببین که شب چه زیباست. آخه این برف هنوز قابل خوردن نیست. یعنی سومین برف دیگه. خب میخوایم بریم. مامانا ماشین نیورده بودن. بعد میخوام برم خونه شادی، میخوام ببرم برسونمشون. گفتم هوام که برفیه بریم یه دور بزنیم و مامانا رو برسونیم خونه شادی. با سما برگردیم بیایم. عجب سردی یخ کردم، بگرم سرد نیست. سوز واروز. خب رفتیم مامانم رسوندیم، هوا فوق‌العاده خنک، نه بعد بگم سرد و برفی، بارون هم میاد، نه هم برف میاد هم بارون دیگه. خلاصه رسیدیم خونه، ماشین پارک کنم و بریم بالا. سعید و سر رو خونه تنها، من و سما دوتایی هستیم. مرسی که مثل همیشه همراه ما بودین تا پایان ویدیو، وقت گذاشتین و نگاه کردین. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. این چند وقته خیلی نت ضعیف شده، من در طول روز نتونستم واقعا وارد زیاد کانالم بشم، مثلا آخر شبا چک میکنم ولی در طول روز نمیدونم چرا اینقدر این هفته نت ضعیف بود. اکثرا از همین بابت شکایت میکنم. خلاصه اگر پیامی ندیدم جواب ندادم ازتون عذرخواهی میکنم. تا ویدیو بعدی و ولاگ بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.